گزارش‌های رسیده از مناطق کردنشین ایران حاکی از اعتصاب در برخی از شهرهای کردستان ایران در سالروز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است. به گزارشی در این باره توجه کنید که ساعتی پیش تهیه شده. این فیلم توسط شهروندان غیر حرفه‌ای از اعتصاب سراسری بازار شهرستان بوکان گرفته شده. بنابر گزارش‌ها در شمار دیگری از شهرستان‌های کردنشین غرب ایران بازار تعطیل شده است. این اعتصاب با فراخوان محمد صدیق کبودوند رئیس در بند سازمان حقوق بشر کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران بوده، تحت عنوان محکومیت تروریسم دولتی جمهوری اسلامی در 22مین سال روز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش در وین اتریش. رحیم رشیدی روزنامه‌نگار کرد درباره اوضاع شهرهای کردنشین غرب کشور در روز چهارشنبه میگوید جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خودش رو به کار گرفته بود که این اعتصاب به وقوع نپیونده، ولی گزارش‌ها تماس‌های مستقیمی که بنده با کردستان و با روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی داشتم حاکی از این واقعیت که در اکثر نقاط شهرهای کردستان ایران از ایلام و کرمانشاه گرفته تا خوی سلماس و ماکو کم و بیش این اعتصاب صورت گرفته و دکان و بازارها به این مناسبت تعطیل بوده. در چند شهری من جمله مهابات، بوکان، اشنویه، سقز و سنندج نیروهای انتظامی با زور مردم رو مجبور و وادار کردن که یه بخششون و پیرانشهر همچنین که دکان و بازارشون رو باز بکنن. حتی در بعضی جاها قفل دکانها رو شکستن. دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در 22 تیر ماه 1368 در وین بر سر میز مذاکره با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران به همراه دو تن از یارانش عبدالله قادری آذر و دکتر فاضل رسول کشته شد. کارشناسان سیاسی معتقدند ترور رهبر اپوزیسیون کردهای ایران توسط عوامل حکومت ایران مهمترین فرصت حل دموکراتیک مسئله کردها توسط جمهوری اسلامی ایران را از بین برد. من بیریات گیریه باور کن بیریات گیریه من بیریات گیریه باور کن بیریات گیریه دپرسه رنگی بواری دپرسه